دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون و شما همراه هستید با گزارش زنده دیدار دو تیم ماشین سازی از تبریز و ذوب‌آهن اصفهان. این بازی در استادیوم سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار میشه و امیدواریم که شاهد بازی خوب و جذابی باشیم. از سوی هر دو تیم خدمت هموطنان عزیزم که از طریق شبکه شما صدا و تصویر ما رو از شهر تبریز میشنون عرض ادب دارم، همچنین هموطنان عزیزمون که از طریق شبکه استانی اصفهان بیننده مسابقه فوتبال هستن. خدا قوت به دوست و همکار خوبم رضا یزدانی در استودیوی شبکه سهن و برنامه گل، بازی با قضاوت حمید حاج ملک با کمک اسکر محمدی، حامد تازه‌پور و حامد سیری برگزار میشه. همونطور که ملاحظه میفرمایین تیم ماشین با لباسای اصیل خودشون یعنی سبز رنگ در سمت چپ تصویر و تیم ذوب‌آهن تیم میهمان امروز هم با لباسای سفید رنگ در سمت راست تصویر حضور دارن. یه پاس بلند به داخل محوطه جریمه تا دل بازیکن ماشین به هم خورد، ببینیم که داور دست به جیب میشه یا نه، یه فرصت مناسب و اخراج. در همین دقیقه اول مسابقه ذوب‌آهن بازیکن ذوب‌آهن خطا کرد. چه اعتراضی میکنه رحمان رضایی سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان، با داور چهارم هم صحبت میکنه. ذوب‌آهن باید حدود 89 دقیقه 10 نفره بازی کنه. اینجا بود که بهمن سالاری با یه کنترل سینه خوب خودش رو تک به تک کرد و نفره بازی کنه. اینجا بود که البته کنارش هم بود مسعود ابراهیم زاده، ولی واقعا فاصله ای با دروازه‌بان نداشت و تک به تک شده بود. سالاری چسبیده به محوطه جریمه، یه ضربه ایستگاهی در اختیار بازیکنان ماشین قرار گرفته و اعتراض زمانی ها همچنان ادامه داره. شهاب گردان مشغول تنظیم دیوار دفاعی هست. بارها و بارها صحنه استر رو خواهیم دید. برخوردی که داشت وحید محمدزاده با بهمن سالاری که منجر به 10 نفر شدن ذوب‌آهن شد. ببینیم که از این موقعیت چه استفاده ای رو خواهند کرد بازیکنان ماشین. دومین کارت قرمز فصل جدید لیگ برتر، کارت قرمز اول سهم کامیابینی از پرسپولیس بود و حالا ذوب‌آهن دومین کارت رو گرفت. پشت تو سگ دبل فاز رزاق‌پور ایستاده،